حوله رو. صف خوب شده بودا، خوب شده بود. محبوبه خودش گفت، خودشم پشیمون شد. من میگم اصلا دیگه توی قرن 21 مهم نیستش که تو موات چه رنگیه، مهم نیست چی میگم، مهم نیست موات چه رنگیه، روی سرت چی هست، مهم نیست توی سرت چی هست. خلاقیت، ایده، چه حرف جدیدی داری. مثلا همین بوم کردی، ایده نوعی نیست. این که من تو هم مثل بقیه، برای همینه که رشد نمی کنید. اینو نگرم. یکی نیست بگه آدم ناحسابی، آدم خواهر خودشو، زن دیگرانو گروگان میگیره. منو بگو که نگران این اشتد شدم. اگه فقط مراد همسایه رو کردم، وگرنه نمیتونستم اونجا رو به خاک و خون بکشم. معلومه میتونستم. معلومه تو هیچ وقت همچین کاری نمیکنه مادر. نیمچه برادر بزرگ محبوب است، حق داره. حق داره؟ چه حقی داره؟ این ماسوی بدبخت حق داره که نمیخواد با اون ایکویری عروسی کنه؟ چه حقی داره؟ بعدشم تقصیر من چیه؟ منم همینو میگم، میگم اون ایکبیری از یه چیز دیگه ای داره میسوزه. اصلا این عروسی شما خیلی داره طول میکشه. پس این کارت پایان خدمتت کی میاد؟ با کارت پایان خدمتم میاد. امروز نیامد، فردا میاد. فردا نیامد، پس فردا میاد. بالاخره میاد دیگه. کارت همه اومده، کارت منم میاد. نذاشتن تو موزه نیروهای مسلح بر بازدید عموم که ما یه تاریخ به اینا اعلام کنیم، کارت منم میاد. تا کارتت نیاد تاریخ بی تاریخ. اینجوری نمیشه. خیلی خوب، من فردا با عاشق رحیم میرم خونه ماشالله. نیمچه از ماشالله حرف شنوی داره. دست در نکنه. شما میری، اگه حرف شنوی داشت داشت، اگر نداشت خودم یه کاری میکنم حرف شنوی پیدا کنه. ای بابا، من هی میخوام این قضیه ختم به خیر بشه، مگه تو میذاری؟ چی ختم به خیر بشه مادر؟ من میگم تو این روزا گروگانگیری اتفاق افتاده، چی ختم به خیر بشه؟ درست بشین سر سفره. منو ببخش خاله. گروگانگیری نه چی؟ چه میدونم خاله، از پسر خاله جانت بپرس. گرگان یعنی چی؟ آها، مثلا الان صدای اسکندر داره میاد. فکر کن ما این خروس رو بندازیم تو قفس، نه دیگه بتونه راه بره، نه بتونه دونه بخوره، نه بتونه بخونه. اون تو قفس میشه گروگان، اونم بیرون میشه گروگان گیر. آها، باید یه کاری کنیم که محبوب خوشحال بشه. بشین عمو، بشین دیگه. نه به اون روزای اول که هیچی نمیخوردی، نه به الان که تو حلق مایی. بیا عزیزم بیا، اینا هم همه پیش تو باشه. اخبار چه کاری میکنی؟ ساره خانم ببخشید، منم گرفتار عهد عیالم دیگه که وایس میذارم. خواستم یادآوری کنم باباتون فردا اصلی نوبت تماسشه. اگه وایس چیزی داریم بفرستید تا واسش بذارم. وقتی صداتون میشنوا رویش خیلی بالا میره. سلام آقا زیا، حالتون چطوره؟ از طرف من به اکرم خانم خیلی سلام برسونی، بگید یه فردا رو به شما مرخصی بده، شما پاشی بیای پیش ما، هم راجع به زمینا با هم صحبت کنیم حضوری، هم که سوهی خیلی بهونه بابا رو میگیره، چهار کلون باش حرف بزنه بعد از مدت ها. البته خودم هم خیلی دلم براش تنگ شده. ممنون میشم. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون. تو از قبیله لیلی، یه انگل رد کن بره یا خاموش کن. حالا من هم خونه از صبح دارم گوش میدم. با من هم غزانا بگرم به جان اقبالم یه کاری سر خودم میارم که اصلا اون سر شاه پیدا بشه. برای من اقبالم نکن میزنم دندونات بریزه تو حلقت، نه به داره نه به باره. نگاه کن همین آهنگی که داره گوش میدی خودش داره میگه که نه به داره نه به باره. تو از قبیله لیلی، اون خلوچوری از قبیله مجنون. گفتم با من هم
حرف نزن. تو از اون دست خالی گلام خورده دقدری، تو نمیتونی سر اون خالی کنی، سر اقبال من خالی میکنی. تو روز نمیتونستی دندون به اون سر جیگرت بگیری، کارت پیام من این بیادش. نترس، او خودش حواسش خیلی بیشتر از تو اون تاریخ عقد و عروسی هستش. کی؟ اقبال؟ اون فقط به فکر منافعش از این مسافرخونه است. فکر کرده همینجوری مفت و مجانی میتونه تو رو به دست بیاره؟ ببین، تازه تکلیف کارت پایین خدمتش معلوم شه، تاریخ عروسی معلوم کنه، قضیه شیربه رو هم باید مشخص کنه. اگه تویی که میخوای قرارداد ترکمن چاق با قاله گلاب بدی. میدونم چی کار کنم. از ترکمن چایم بدتر. سینی غذا تو آوردم گشنه نمونی. تا آزادم نکنی اتصاب غذامو نمیشکنم. تو هم اگه خیلی دلت برای خواهرت میسوزه، حتی قلوم موبایل همو به من برگرد. دلم اصلا نمیسوزه، اینجوری بهتره میشینی استراحت میکنی. اینا فقط بلدم توی اون مسافرخونه از تو بیگاری بکشم. مسافرخونه نمو بوم گردی. حالا هرچی، تو چقدر ساده ای؟ مجوز که بر کسی نمیدم، اون مجوز بوم گردی. فکر به اقبال میدم. حالا اتصاب غذات غذای خشکه یا تر؟ به قول نیلز ماندلا تو این کتابه میگه در شرایط ظالمانه تر و خشک با هم میزوزن. حالا تو از کی تا حالا کتاب خون شدی؟ از وقتی در بند شده. حالا یا ماندلا یا نماندلا، این غذای خشکه اونم غذای تره، هر کی نخوره خره. ویسانت نلسون ماندلا چیزی بد نشون بدم که پسر بره شما خدمت کنه آدم ماست چقدر کرم. اشرت اشرت به در باز کن، قول میدم غذامو بخورم. خواهر من قصه تو رو میخورم، پس فردا میری زنش میشی، بعد دو سال بعد بره خدمت، با تو هم میشنوی؟ بعد اون موقع تکلیف چیه؟ چی میگی تو واسه خودت؟ من نگران تو هم، الان خودم ناراحتم، نمیدونی چه جوری دارم قصه تو میخورم. غذا تو بخور. اشرت بیا دیگه جان محبوب. نخوری هم نخور، به تو به من چه، گوش نمیمونی. اشرت حیاتشون که خانم اجازه، بچه ها میگن سمندر دوزیسته. بله سمندر دوزیسته، برو سر کلاس، من الان میام. بفهمم. خواهش می‌کنم. عرض می‌کردم که زبان آلمانی رو متوجه شدم، خیلی مسلط هستین و قصد مهاجرت دارید. نه نمیشه گفت. خانم اجازه، اصغر میگه سمندر دوزیست نیست. اصغر اشتباه میکنه، سمندر دوزیست عزیزم. خب منم میگم. خب تو درست میگی. برید سر کلاس، الان میام با هم صحبت میکنیم. برید. باشه. بله. ببخشید. بفرمایید. من قبلا قرار بود مهاجرت کنم به آلمان، ولی الان دیگه تصمیمم عوض شده. زبان آلمانی هم کم و بیش بلدم، خیلی نمیشه گفت مسلطم. چطور من؟ حقیقتش این که یکی از دوستان من یه مقاله پژوهشی آورده برام، این به زبان آلمانیه. هر کاری هم کردم با اینترنت مشکلم حل نشد، گفتم بیارم. از شما خواهش کنم زحمتی بکشید، ممنون. خانم اجازه، بابا میگه سمندر دوزیست نیست. مگه بابات باید بگه سمندر دوزیست نیست؟ دوزیست هست. چی؟ سمندر. دوزیسته. به بابات هم بگو سمندر دوزیسته. الان هم برو تو کلاس 10 بار این جمله رو بنویس که من دیگه بدون اجازه وسط حرف بزرگتر رو نمیپرم. چشم. بودو. نمیدونم چرا امروز اینطوری میکنن اینا. من خیلی ترجمه حرفه‌ای و تخصصی نمیتونم براتون انجام بدم، ولی میتونم یه چکیده‌ایشو براتون ترجمه کنم. کافیه؟ لطف میکنید. عجله هم ندارم و سر فرصت هر وقت که شد ممنون. محمد خانی، سمندر دوزیست است. دوزیسته؟ والا بلا دوزیسته. نه خانم، من میخواست بریم دستشویی. بودو از اونجا چرا؟ چرا از اونجا آخه؟ وای یه کمی شیطونه، من در اولین فرصت اینو بهتون میرسم. لطف کنید. موضوع خیلی باید حساس و حیاتی باشه که گلاب خانم زحمت کشیدن و قدم رنجه که فرمودن تا اینجا تشریف رو بردن، درسته؟ بله بله آقا، ماشاءالله. عرض میکنم خدمتون. وقتی گلاب خانم فرمودن که آقای نیمچه در روی محبوب خانم قفل کردن،
گفتم کار افتاده دست جوونا، خام و نفختن دیگه، ما اگه حواسمون بهشون نباشه کارو بدتر میکنن. اینه که اومدیم چهار کلام در این خصوص با هم حرف بزنیم. بله کاملا فرمایش شما صحیحه، خود ما هم یک روزی جوون بودیم، از این ندونم کاریا زیاد کردیم، هرچند بعضی هم ممکنه یادشون رفته باشه، اما خب بزرگترم میتونستم. ببخشیدا. بله. البته جوانای این دور زمان با اون قدیما خیلی فرق میکردن، ما سعی میکردیم از تجربیاتشون عبرت بگیریم، حرف بزرگترامون رو گوش میکردیم، ولی الان دیگه واقعا رجالت اون موقع و این موقع نداره، بالاخره همه وقتی بوده دیگه. آقا ماشاءالله ما که بچه نیستیم، میدونم حرف خاصه آقا نیمچه چیه، خب پر بیرام نمیگه، حق داره دیگه، میخواد هر چه زودتر تکلیف خواهرش روشن بشه. توقع زیادیه انگار. نه توقع زیادی نیست، اتفاقا ما میخوایم همین کارو بکنیم، فقط منتظریم کارت پایین خدمتش برسه، تاریخ عروسی رو معلوم کنیم. ببینم مگه اصلا قرارمون همین نبود؟ بله قرارمون همین بوده، کارتش بیا تاریخ عروسی رو مشخص کنیم، من که نمیتونم خوشبختی خواهر عزیزمو پاره تنمو که پدر مادر بالا سرش نبوده بذارم در گروه یه کارت 3/6. خب الان معلوم نیستش، الان این دو سال خدمت که به شما گفته خدمت بوده، کدوم کوچه بوده، جایی بوده، کدوم حرف دهنتو بفهم. آقا این حرفا چیه؟ کجا بوده یعنی چی؟ سربازی بوده؟ اصلا احمد ما با فرمانداش هم دوره بوده، میشناسن همو. کارتش باید تا همین روزا میومده. سوال اینه چرا نیومد؟ کارت دیگه امروز نه فردا میاد. ولی میاد. یه قدر صبر بکن. بله بله. فردا نه پس فردا نه پس فردا نه پس اون فردا میاد پس اون فردا نه پس پس اون فردا میاد. من 5 سال طول می‌کشه. ای خوب آقا این دخت سر از زیری داره دنده چر میره. صبر بکن یه قدر دیگه. بابا اینا شیرنی همو خوردن، محرم همن. بفهم ما داریم چی میگیم. خوبیت نداره زندگی اینا رو به هم بزنی. من یه خواهشی از تو دارم. التفات بفرمایید از این خر بی پالون شیطون بیا پایین. عاشق خر شیطون بیام پایین. آره شما بزرگ ما احترامت واجبه آقا، ماشاءالله هم که تاج سر ماست. ولی من فعلا تصمیم دارم سوار خر شیطون باشم، هر جام بره باهاش برم، اگر منو قال گذاشت وسط راه خودم خر 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 خرم. جام خریام کلاً خرش یه پا داره. خب خانم اون راضی به مرغ، مرغ یه پا داره. حالا هر چی مرغ خره یه پا داره. خره یه پا زیاد به درد نمیخوره. ما رو باش تو رو خدا. نشستیم بزرگتره دارن راجع به خر و مرغ صحبت میکنن یک ساعته. من رفتم سر به خواهرم بزنم. اینه باز کن آزادش کن بنده خدا رو. شما باش صحبت کردش تو قفس. من با این صحبت الان ناراحته. شما باش دل اینه من میفهمم. یه خوردم احترام میذاره به من. چشم. ستاره خاموشش میکنی؟ دارم ترجمه میکنم، حواسم پرت میشه. باشه آجی. آفری خیلی ممنون. سلام پرسی، ببین ببین آجی چی داره مینویسه، بخون. ساره خانم سلام، ببخشید من نتونستم امروز حرکت کنم، با پدرتون هم صحبت کردم، فردا انشاءالله میرسم خدمتتون. سلام خوبه فرسی؟ چی داری؟ تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون. نبینمت اینطوری پسر خاله. دیگه وقت آدم اینجوری میشه دیگه ساره. من الان میفهمم تو چی میکشی. یاد سربازی افتادم تو خدمت، اون رو برجک وای میستادم پست میدادم، مثلا یه وقت دادم دلش تنگ میشه دیگه برا عشقش، من مثلا با محبوب هماهنگ میکردم سنت قبلش که میگفتم ساعت 11 مثلا جفتمون همزمان به ماه نگاه کنیم، این آهنگر رو بخونیم، بعد واسه ماه درد دل میکردیم. چقدر رومانتیک. آره. یعنی الان محبوبه داره به ماه نگاه میکنه؟ آره آره نگاه میکنه، اینم میخونه، ببین دقیقه 1 ثانیه 14 ببین.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون. خیلی قشنگه. بعد چه مدت به ماه نگاه میکنید اینو میخونی؟ مثلا ساعت 11 شروع کردیم، مثلا سه باری آهنگ میخون تموم میشد دیگه. مثلا آهنگم طولانیه، نه 20 دقیقه زمان میبره. اقبال الان ساعت 12 دوباره ساعت رو کشن جلو؟ نه نه چی، خب همین کارا رو میکنن، روابط عاشقانه مردم میریزه به هم دیگه. نه خن نری بهش بگی دوباره ها. دوباره؟ دوباره دیگه، حالا دوباره میگی قهر میکنه، دوباره بساط داریم، دوباره همون آش، دوباره همون کافه. برو خجالت بکش. خجالت بکشی، منو ندیدی، اقبال دیدی ندیدی؟ خب شطور دیدم ندیدم، پس شما در نکنه من شطورم. سوهی سوهی چیکار داری؟ بیا دقیقه کارت دارم. چیکار داری؟ میخوام یه چیزی بهت بگم، ستاره نباید بشنوی. زود بگو خوابم بیاد. فردا قراره بابا زنگ بزنه باهاش حرف بزنی. هورا بابا مگه به تلفن تو زنگ میزنه؟ نه قراره آقا زیا بیاد به گوشی اون زنگ بزنه. فقط سوهی تو که میگی من مرد شدم مرد شدم، حالا که مرد شدی لازمه یه حقیقتی رو بدونی. حقیقت چی؟ راستشو بخوای بابا سفر خارج نرفته، زندانه. میدونستم یه اتفاقی افتاده. برای چی؟ مگه چیکار کرده؟ اون کاری نکرده، یکی دیگه کلاهبرداری کرده، طلبکارش رو انداخته گردن بابا. فقط تا این موضوع ثابت بشه و اون نامرد رو بتونن پیدا کنن طول میکشه. حالا فردا خودت باش صحبت میکنی دیگه. فقط یه شرطی داره. چی؟ باید به بابا روحیه بدی، بهش بگو که خودت مراقب من و ستاره هستی. خب باش، دو تا شرط دیگه هم داره. چی؟ اولا اصلا و ابدا ستاره نباید بفهمه بابا زندانه، و دوم این که فردا سر کلاس بعد انشا تو بخونی. نداره. باشه، برو انشا تو بنویس. ببینید خاله این نقشه، یه دقیقه چاییتو بده. هم چایی ما میخورم. شما خاله یه دقیقه چاییتون بدین. خودتون دارید. هم بذار اون نقشه. آه بقیقه نریزیم. ببینید خاله ایناش اینجاست. میدونم آقا زیا، من این نقشه رو از برم. مشکل ما فقط به دست آقا ماشالله حل میشه. چرا؟ خب به خاطر اینکه دو دنگ این زمینا به اسم آقا ماشالله است، بعدم سندشون شورایه، شورا باید تایید کنه. در ضمن فکر نمی کنم که زمینای خواهر من انقدر بیارزه که مشکل پدریشون رو حل کنه. اصلا فرقی نمی کنه چقدر بیارزه خاله، من میخوام هر کاری میتونم برای بابا انجام بدم. حالا بقیه‌اش هم بالاخره یه جور میکنیم دیگه. یهودی تا اون موقع خسرو هم گرفتن. نه بعیدم نیست. بله خیلی خوب، پس تو با آقا زیا برو پیش ماشاءالله، ببین حرف حسابش چیه. پیشنهاد خیلی خوبیه، اگه واقعا زمین موشاه که حتما باید بریم پیشش. یتی دونشون هم هست ماشاءالله، خودش رئیس شوراست. مگه شما نمیایید وامون که میگی شما دو تا برید؟ من صلاح میدونم که نیا. چرا نیا؟ بهتره. خب باشه، چایتون حالا بخورید. خوب شد گفتی. بفهمید یا فرار نگاه کل هیکلت هم خطاطی کنم میفهمن توی که. خب حالا بر اساس شواهد منابع آگاه، آره بر اساس منابع آگاه شواهد آره، این آقا شخص رئیس دفتر شورای محترم روز، نه اصلا محترم نیست، رئیس دفتر شورای روسا، شورای معمولی روسا، اقدام برای مقاصدی شوم و پلید، اقدام به گروگانگیری زن من کرده که حالا این بدش کن برسامنون کنه با مساعدت شخص رئیس شورا. مساعدتش شو درد سر میشه حالا مساعدت نه، اقدام مقاصد حالا خبرهای تکمیلی به زودی اعلام میگردد.
اخلاق نداره آقا زیر حرف بزنه. باشه بالاخره حق بعد اینا اصلا این حق قید من بکنم اینا هیچ کارانه حواستون باشه خیلی تحویلشون نگیرید بلشون هم نکنید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم آقا ماشاءالله با شما کاری ندارم آقا ماشاءالله. بفرمایید تشریف بیارید شده لطفاً داد نزن بفرمایید. چی الان نمیشه آقا ماشاءالله خوابیده. خب باشه خوابیده بلند میشه. نه نمیتونه خوابش تن که وقتی میخوابه دیگه بلند نمیشه. باشه من باهات میشم تا بلند شه. آقا ساعت 8 شب بلند شه نمیشه که آقا نمیشه. حالا سب کنیم ببینم مسئله چی الان مسئله بلند شدن خوابیدن نیست. مسئله اینه که آقا ماشاءالله فقط روزهای دوشنبه ملاقات مردمی داره. امروز دوشنبه است. امروز دوشنبه است. بخون سواد انگلیسی داری بخون. نوشته مانده یعنی دوشنبه. خودم بلدم. ما این مانده است. این فاسد شده. اصل تقویم اینا این مال روستای ماست. نه بله. روستای ما یک شنبه است. اون سال یه روز عقبه. نه خیلی این درسته مال روستای ما اینه. بله ده شما تون این کاره جنوبیه. حرف درده سفن بیده بله 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 این تربیت اسم شما چی عزیز؟ من زیا هستم. آقای زیا جان عزیز دفت نگو زیا پارو میشه جان چیه؟ بگو آقا زیا باشه اجازه بده. آقا زیا اجازه بده من معذرم. اگه قراره شما با من صحبت کنی به ایشون مگه حرف نزنه. بی تربیت ساکت. ببین سارا خانم اگر قراره شما با من حرف بزنی به ایشون بگو حرف با من من حرف نمیزنم. آقا زیا اجازه بدی. بله ببینید اصلا برای من مهم نیست امروز چند شنبه است. آقا ماشاءالله خوابه بیداره بلند میشه میشینه اینا اصلا برای من اهمیتی نداره. من یه سند زمین شورایی داشتم خواستم مسئله‌شو حل بکنی هی دارید امروز فردا میکنی. خب منم خسته شدم دیگه آقا نعمت. فقط همین؟ بله همین. اجازه بدید شما اصلا نمیخواد نگران بشید. شما نمیخواد سمت آقا ماشاءالله برید. آقا ماشاءالله کاری نمیکنه براتون. بنده هستم مطمئن باشید من در جلسه بعدی شورا حتما این مسئله رو مطرح میکنم. خیالتون راحت باشه. من بهتون میگم باشه شما با این موی سفیدتون داری قول میدید. باشه بله قول داد مردونه داره قول میده منم قول دارم میدم. شما حرف نزن خرپول براتون گیر آوردم میخریزم. من به قول شما که اصلا اعتماد ندارم. اینکه هیچ شما دارید قول میدید من قول بله. شما حساب میکنم. بله الان بفرمایید. بفرمایید خوش آمد. منتظرم. بله بفرمایید. خدافظ. بفرمایید. بله این مانده ایتونو ببرید. من یه سنگ چیه؟ گوشی خودم گوشی خودم ببده. دیگونه خونه رو اندخلی بفرمایید. بیا آقا من زنگ بزنم هاشم سلمونی سلام شلوغو برم جا نیست حواست هیچ جا نیست هست دیگه گوشی تو میدی گوشی رو پس میگیری. امروز دو شب برو حواست هست برو منم برم کتم و بردارم بیام برم خونه. مانگه بپرد و فریله یا اقبال بابو 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 اومدی؟ اشتر رفت. آره رفت. چقدر لاغر شدی؟ لاغر شده؟ چرا انقدر دیره چشات کبود شده؟ کبود شده؟ چرا انقدر چشمات خم داره؟ بله دیگه شب که میشه خوشقیم در این دلچنگی ها مود میکنه. آخه حالا کتا شب الان که روده. خب آخه من نمیدونم واسه عاشق دلخسته چه فرقی میکنه آقا اقبال. ای قربون دلخستت پاکش کردی؟ چیو؟ موهاتو دیگه. آها آره دیدم درد خیلی بهم نمیومد. میومد ولی سیاه بهتره. سیاه 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 دیدی؟ نمیخوام ببینم دیدی؟ دیدی اقبالم هم سیاه شد؟ ای قربونه دارم سیاه که خوبه نزنی حرفو. ای کاش سرنوشت جز این مینوشت پاولو کلولو سرنوشت ما را این قرارش اشرت بنویسه که دیگه روزگارمون سیاهه که. ببین من درستش میکنم. کجا هست حالا این مردی که نمیدونم طبق معمول پیش ماشالله خانه دیگه. تو چی کار کردی؟ ببین گوشی نداری نمیدونی چی کار باش کردم. حالا تب کن حالا باید بچرخه تا بچرخیم درستش میکنم. تب کن یه سوال تو آدرس بومگردی درست نوشتی دفترشه؟ محبوب و اشتباه ده بار مرورش کردم مگه میشه آخه یه چی میگی آ؟ عجیبه باش حال کمپوت میخوای برات بیارم؟ نه کتاب شعر برام بیارم. کتاب شعر میارم برات. باش فعلا برو برو تا درد سر نشده. برو برو. یه سلام مجازی خدمت گلاب خانم فامیل عزیزمون. خواستم بگم که درست پسرتون توی این گروهشون اخبار زرد منویسه ولی من لطف کردم نذاشتم ماشاءالله خانم بفهمه تو گوشش پاک کردم.
حقیقتش اگه بفهمه دیگه اون روی سگش میزنه بالا دیگه قاطی میکنه، بعد اون موقع احمد معصوم میاد کت بسته میبرتش زندان. خلاصه خواستم بگم شما بدونید هنوز خواستگاری من از ماسو خانم سر جاشا. آره حالا فکراتونو بکنین، اگه نظرتون عوض شد به بنده در مورد برگشتن محبوب خانم و اینا هم میتونین خبر بدین که بیایم بشینیم حل و فصل بکنیم قضیه رو دیگه. قربان شما نیمچه، این دومش به دوم ماشاءالله وصله، بدون اجازه ماشاءالله آبم نمیخوره. چی میگی آخه؟ این روشن نمیشه. آب یک ماه آزگاره که دبا و درمانش با منه، با چنان اشتهای پش میخوره که انگار علف تازه است. برو خدا تشکر کن که به بقیه گله سرایت نکرده. ببخشید این قاشق نشسته اومدیم وسط بحث گله و گوسفند و گاو و پشم. نه داداش آخرای بس بود، آخرش خوب بود پشم و اینا. ما هم داشتیم میرفتیم. حسن چای رو بزن به حساب. چشم. حسن بابا تنوز نایمده؟ نه من میخواستم آنها سر صورت همون درست کنم. خودم مرات میزن. یه کارم به جای رسیده که تو مای منو درست کنی؟ آبشینه میخوام بکنم. آه این که دیگه بچه بازیه برای من. آره بچه بازیه آبشینه. لابد اصلاح سرم یاد گرفتی، خودم میبندم بده. اونو دیگه انشالله عروسیت. اه؟ پس میفهمی عاشقی و هزار درد و بدبختی. میفهمم. تو بی خود میکنی میفهمی؟ من سن تو بودم فکر میکردم لکلکا منو برداشتن. سب کن میدم. الو. بله ماشالله. چرا صداتون اینجوری شده؟ خدا منو مرگ بده. آقا باشه بابا خیشم نکنی. اومدم اومدم. اشرف پیشمن رو کجا میبری؟ آی دکتر دکتر بجم دستم به دامنت ماشاءالله خان مرد. یعنی نه اگه نرسی میمیره. بیت بجم بیت میمیره. مادر من مادر من قد کن ماشاءالله خان جون یه آدم در خطر. آقا یه چیزی میگه مادر، من الان میام به شما. نه یه چیزی نمیگم، تف پاش میسوزه، قلبش تنگه، نفس داره نفسش. نگران نباش مادر این هوچگری دکتره، قسم خورده باید بیاد بالا سر مریض یا نه. من شما نگران نشو، من برم یه سر. البته ما مدیون کادر درمانی هم هستیم. بله قلبش نورت هشکی سیده. چیر تو فکر میگی؟ من برو 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 برو. من به شما زنگ میزرم. درد داشت آقا ماشالله؟ ها؟ درد داشت؟ کجا رفت؟ آمپول. آه هیچی 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 که بود شد دکتر؟ نیامد اصلا. آه ببین جانم من سفارش دیگه نمیخوام بکنم دیگه. من فکر میکنم دیگه نفس های آخر من باید دور از جناب میگم. بعد از منم سفارش خانواده مونو میکنم به تو. خانواده داریم؟ آره این دعوا این دعوا این بند خدا این پایین اینا فرق نمی کنه. اونطور که تو پسر منی اونا هم مثل دختر من مثل پسر من میمونن. اون دعوا اون وسطیه حامله هست. دکتر اینقدر داره خوزعبل میگه این رفتی به بیماریش داره؟ نه فکر نکنم، حرف دلش داره میزنه. چی شد؟ چرا پرده برداری میکنی؟ هیچی خواهی دکتر اگه حال سوریه به من بگید من تا قاطعش نشدارم. شما نمیدونم من پدر مادر نشدم یا آقا ماشالله من دارم تجسس میکنم بدون آقا ماشالله زندگی چجوری میشه وقتی که اون بیان بذاره اینو توی گور من خاک بریزم روش. خاک 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 آتون سرت بکنم. کی رو تو خاک میزنم؟ هیچی ماشالله رو تو خاک میزنم؟ حالا چرا پرده بازی میکنی جونی؟ نه آتون سرت بکنم. چربی کمتر بخوره. چربی کله پاچه رو خیلی دوست داره ایشون. آره دوست دارم. بله آره یه خورده باید این سری رو کم بکنه، کم مصرف بکنه، یه چیزایی رو به جاش بعد انجام بده که قبلا انجام نمیداده. مثلا این لذت‌های زندگی مثل چربی نمک اینا رو متعادل بکنه. حداقل روزی 20 دقیقه باید بره ورزش سبک بکنه. امشب این زیرزبونی که به شما دادم کفایت میکنه، خطر از سرش رد شده. من شما بریم بذاریم استراحت بکنه. بعد یه نکته دیگه، شما نمیخواییم پیشبند بی خیال شیم؟ آخ من رفته بودم بشه هاشم سلمانی پسرش اومد محمد رستا. من وقتی باش تلفن ندارم دستور بهش دادم دیگه باری بچر باش باش با تو نگه دستور رو بگه اوتم دویه من من بس 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 بس. عشرت رو بگیر، من دستم بنده، میخوام باش حرف بزنم. نه تلفنشو نه،
میخوام حرفمو گوش کنه. حرف بزنم. اشرت خوب گوش کن ببین چی میگم. اگه اقبال خبر دروغی تو گروهش گذاشته باشه من خودم گوششو میپیچونم. تو هم این پنبه رو از تو گوشت در بیار که بتونی منو راضی به کاری بکنی که دلم نمیخواد. خواستگاری هم بی خواستگاری، فهمیدی؟ این دختر اصلا تو رو دوست نداره. ببین کارت پایان خدمت اقبال همین امروز فردا میاد روسیایی به زغال میمونه. گفته باشم ای بابا این چیه؟ خاموش کن این گوشگوبو. من باید برم اونجا خودم باش حرف بزنم چش تو چش. اینجوری من نمیتونم. من میگم باید جواب بده. این به درد من نمیخوره. قدایی گلاب خانوم چه؟ چی شده چه اینجوری نگاه میکنی؟ ما هی میخوایم این قشقلقو بخوابونیم تو گروهت هی جنجال را میندازی. هی جنجال نیمشه کوتاه نیومد منم پای ماشاءالله رو کشم. تو بیجا کردی؟ اونا بیجا کردن. تو روستا پیچیده؟ تو روستا نپیچیده. پسر خواهرش زندانی کرده؟ ای نظر گوانتانامای مگه اینجا؟ خیلی خوب داد نزن؟ با دو دقیقه اومدم آب بخورم نمیذاری آب خوشگلون بره پایین. صداشو میبره بالا. کیه؟ اشرت؟ ما که پاک کرده بودیم. بزن ببینم چی میگه. اینو بگیر ببینم. شرمنده گلاب خانم، نمیدونم کدوم کیرپاک خورده ای؟ این پیام اقبال توی گروه به آقا ماشاءالله نشون داده. ایشون هم الان حالش خراب شده، بردیمش بیمارستان. اگه بلای سرش بیاد مقصر پسرته. من طلاق محبوب رو ازش میگیرم. گفته باشم چون خواهر من نمیتونه با یه قاتل زندگی کنه. گفته باشم. تو خیلی بیجا میکنی. ببینم چی کار میخوای بکنی. ها خیلی خوبه به قطعش کن. اینا بده به من. تا فهمیدم حالتون بده رفتم سیرابی گرفتم دادم خانمم تا صبح بخت. آقا بخوری تانسمان میکنه این میدتون. تانسمان میکنه. چیکار میکنه؟ نه 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 این چیزی نیست. اینه گرفتی برای خونه زحمت کشیدی سنگ برای این مریض. اونم الان میخواد بخوش. آقا ماشاءالله رو تعارف که نداریم، نمیفهم علم پزشکی. شما لطفا خفه این گرفتی برای خونه. بله گذاشتم برای خونه بزنم. چی نمیشه توی گروه نگاه کن؟ نمیشه به شهادت ناظران مجرم از منابع قدرت تحریک میشود. مجرم کیه؟ مجرم کیه؟ مجرم کیه؟ مجرم کیه؟ خب منم دیگه. توی دیگه بچه خب منابع قدرت چیه؟ مشخصه دیگه. این طرفش شون یه طرفش من وسطش هم آقا ماشاءالله دقیقا داره ما رو هدف قرار میده. من الان نگفتم آقا ماشاءالله که این چی زده. گوش کن فقط به خاله گلاب گفتم آقا ماشاءالله دیده در حالی که ندیده. گفتم سکته کرد و گفتاره اگر یه موقع اتفاقی برای آقا ماشاءالله بیفته خونش کردن این اقباله. خب خدا رو شکر ایشون سالم و صحیح و سلامت. خب خدا رو شکر. فقط رژیم غذاییش کماف سابق باید ادامه بده. بله بله رعایت باید بکنه. تیرابی که میخواد ببره خونه. بله نمیخوام ببرم خونه. زرم خونه کم ولی با هم هله هوله بشتدیم. نه 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 میبریم خونه. با اجازت خدا رحمت 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 رفت. آقایون آقایون چه خبره؟ من سنفری چه خبره؟ همش من میرم متوجه از همیدیم پیش پیش میکنیم راجب چی جلسه کردیم؟ کلوچه کلوچه آقا اون پلی مدرسه داغان شده بود صورت برداری کردین چی لازم داره چی لازم نداره؟ بله 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 من سو روزه دارم اینه با شما میگم.
فردا صبح من آقای همتی پسر رمزون علی منم وسطتون میام، تو هم وسطمون میام، میریم این کارو انجام میدیم. چهار نفر برای یه پله کم نیست؟ میخوان یه چیز دیگه هم اضافه ببریم با خودتون؟ اینو نمیبریم آقا، مگه قرار برج میلاد بسازی پسر؟ عجب آدمی. اون چیه؟ کلوچه. آه اونو بیار. بله اول... با هم گفت نه با هم گفت. آقا اول سیرابی رو میزنیم پانسمان که شد، کلوچه رو میزنیم سیرابی رو پانسمان کنه. بله بپار یه چنگالی بنگالی چیزی برده بیار آقا، یه چنگالی چنگال چیزی برده بیار. با شما چنگال با انگوش بخوریم که شما هم بفرما. سیرابی که برای شما خوب نیست، درسته؟ نه نه من نگاه میکنم. و بالاخره او را گوشه حیات گیر آوردیم و بسیار گوشمالیش دادیم تا یاد بگیرد به وسایل بقیه بدون اجازه دست نزند. پس از این انشاءالله نتیجه میگیریم که تو کارهای بقیه فضولی نکنیم و بدون اجازه به ایکس باکسشون دست نزنیم. ساکت ساکت نخند، مگه زدن دیگران خنده داره؟ نخند، تمومش کنید. اولا توی انشاتون سعی کنین از کلمات مناسب استفاده کنین. دوما اینقدر خشونت برای چی؟ خشونت لازم نیستش اینقدر، برای سن شما اونم. سوما خیلی خوبه که نتیجه گیری داشته باشه انشایی که می نویسید، ولی بهتره که بقیه نتیجه گیری بکنن. خودتون نگید مثلا نتیجه می گیرم که فلان. خب؟ همین. اجازه است برم بشینم خانم معلم؟ بله آقای افشار بفرمایید. بچه ها خسته نباشی، بتونید برید تا فردا. نجیب نجیب بیاید ببین، نامه از آموزش پرورش منطقه اومده، به بابا سلام برسون اینو بده بهش، بعدم بهش بگو که من پیگیر نردبون هست. بله چشم. این دفتر حسن هم میتونی بهش برسونی؟ آره بهش میرسونی. از طرف من بگو که خیلی خوب حل کرده بود مسئله شد. چشم. خدا 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 آقا جون دارم بازی نمی کنم آقا نمت آقا جون نباس 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 ندیدم دیگر. سلام سلام علیکم. سلام پسر خودم بود میدوید. خدا حالتون خوبه؟ بهش گفتم یواش میخوری زمین. باشه با پسر خودتون اشکار نداره. من خواهش این پلارو بالاخره دارید میسازین؟ فعلا که دارن متر میزنن، بعد تصویب میشه، اگر خدا بخواد درست میشه. ببینید خدا چی میخواد. خدا همیشه کارهای خیر رو میخواد. ببینید شما چی کار میکنید. ان شاء الله خدا بخواد. شما که زودتر تصویب میشه دیگه. ان شاء الله خسته نباشید. سلامت باشید. نمونده نباشید. خدا من چهر آقا من میگم اصلا پله نمیخواد که همون نورده کنه چهار تا بهش میخ میزنیم محکم میشه میره بیکارش. دست تو چی کار باید بکنم آقا؟ وقتی بلد نیستی حرف نزنی نزن. شما بزن عزیز من، این بچه از پاش میره گیر میکنه میشکنه خلخلای اینجا دهیاری رو میگیرن. آقا از نظر من متخصص پله باید اینجا بخوره، هزینه‌شم اینم به رضایت دارم اونقدر اونم میشه 3 میلیون تومن. چه خبره؟ دهیاری همچی پولی نداره. 3 میلیون تومن؟ آقا مثل اینکه شما اصلا سر تو بنایی نیست. بله شما درست میگی، ولی دستم تو بناییه، شما سر تو بنایی نیست. ببینید من گوش بده حرفو چی میگم، شما با یه تومن سرتاش هم بیار یا با همون میشه تمومش کن. خداحافظ شما. به سلامت. به سلامت آقا جواد. بله یعنی حالا نمیشه یه خورده میلگرد اینا بزنی تنگیش و یه تو من جمعش کنی؟ اصلا خیر بعد میگم که این بر میزدی از اونتر در نمیمه روزی بده. اصلا آقا من اوستا هم یا شما بزن کارمونو بکنیم دیگه. 160 این بر 1 2 3 4 5 تا. حسن بیده بگیر چه خبرت خانم معلم؟ فهمید؟ نه نفهمید. یه دفعه بعد از این خبرها نیست خودت باید بنویسی. دست در نکنه، پس فردا بابام میاد. همه تمرینات هم تو اینا که میره بونگرده خاله گلاب. الان چطور؟ وایسا الان میاد. داره میره اینو بده به اقبال، از کارت پارم خدمت توش فهمیدم اینجا جا گذاشت. باشه